هلو گایز، سلام میکنم به روی ماهتون. حالتون چطوره؟ یک روز دیگه با سوگیلیو. خیلی خوش آمدید به پیج من دوستان. امروز قراره یه روز بسیار 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 خوبی داشته باشیم. هم آنباکسینگ داریم و هم یه سری آموزش و خیلی جذاب برای اولین بار در چنل من، یعنی اولین ویدیوی آموزش چنل من هست که از در حد خودم سعی میکنم یاد بدم. قبل از هر چیزی که بخوایم بریم سر ویدیو، حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنین. حتی اونایی که جدیدن وارد چنل من شدن حتما به ویدیو دیگه سر بزنین، لایک کنین، کامنت بذارین. مرسی 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 مرسی، ممنون. بچه ها، امروز قراره یه آنباکسینگ خفن داشته باشیم. قراره یک کیبورد آنباکسینگ کنیم و این کیبورد، چون من سیستمم لپتاپه و لپتاپ من دوره و من وقتی کار میخوام بکنم خیلی برام سخته، برای همین یک کیبورد دوم گرفتم با کمک یکی از دوستان و قراره این کیبورد رو آنباکسینگ بکنیم. جعبش اینجا هست، حالا میریم در طول ویدیو بقیهش رو میبینیم. ماچ به کلتون، بریم که داشته باشیم. خب همونطور که میبینید اینجا یه کیبورد داریم، لایمایت کیبورد لایمارت، که احتمال زیاد اگه بدونید، اگه حالا بیشتر اطلاعات داشته باشید میدونید که کیبورد مال چینه. کیبورد گیمینگ مکانیکال هست ولی نیمه مکانیکال، کامل مکانیکال نیست، ولی خب تجربه مشابهش رو بهمون میده دیگه، فرق نداره با خود مثلا مکانیکال. خب بریم برای ادامه باز کردنش، که یه دستی باز کردنش خیلی سخته. من از همین الان بگم که داره پیدا میکنه. یه میبینین مشاله شده، من مشالش کردم، خب نظر نکن. بس من درست کنم بیارمش بیرون بهت. خب همینطور که میبینید مشاله میکنین، من اینا رو از داخل کیبورد، از داخل کیسش در آوردم. کیبورد هم داره که میبینی خیلی خوشگله. من اینجا مارک همه رو خصوص نمی کنم برای من، بلش کن همجور ببینی، همجور میبینیم نزدیک هم میاریمش، فکوسش میپره، اشکال نداره. هم روی موس اسمش رو نوشته، هم روی کیبورد و RGB هستش. الان وصلش میکنیم به لپتاپ و میبینید که چه مدلیه. لپتاپ بچه من میگفتم دوره، به خاطر این میگفتم، میبینید نسبتا به این دور. خب ما اینو وصلش کنیم. واو، بذارید به موس هم وصل کنیم. موس رو باید بابا یه دستی سخته. خب یه دستی سخته، یه دستی سخت کنیم. خب موس هم وصل کردیم، همونطور که میبینید الان راحت فوکوس میشه و قشنگ شما میبینید از گوشه از کنار ببینید چطوریه. حالا برعکسه، حالا از اینجا فوکوس میکنه، از اون بعد فوکوس نمیکنه واسه من. سه بار دیگه. بله داشتم میگفتم. خب حالا از مشخصات کیبورد میگیم. خب کیبورد چه مشخصاتی داره؟ خب کیبورد ما اولا اینکه از استفاده آسان یه جوری طراحیش کردن که بشه با هر پلاگینی بازیش کرد و با USB هم وصل میشه بدون نیاز من اینکه به درایوی وصلش بکنیم و بسیار خیلی چرخشی و ساده است. منم ارو میخونم بچه What؟ کاملا زایی است نه؟ خب ضد آب، مواد ABS داره، لیزر H داره، طراحی ضد لرزش داره، محافظ و پاشش دوب دوب دور بلا لا لا. اسمش سخته، انگلیسی گفته سخته، من نمیتونم. دوبای باشه، من انقدر دیگه آلمانی خوندم دیگه نمیتونم، انگار نمیخوام انگلیسی دیگه بخونم. چی؟ درابل هرچی، حالا از اینا. نور پس‌زمینه RGB داره که با این SLش خاموش و روشن میشه. عرضم به حضور شما بیاد که به ویندوز XP87 و عرضم به حضور به 10 وصل میشه، به سیستم عامل مک هم وصل میشه. بله. خب حالا این در مورد موسش حرف بزنیم. در مورد موسش کلاهک کلاسیک داره به صورت تعلیق، اینم ضد آبه.
دی پی آیش جوری کنترل میشه که روی 1600 یا 1200 یا 800 برای بازی مختلف برادران فراهم میکنین که بخوایم تنظیمات دی پی آی رو انجام بدیم. قلتکش سبودیه صافه و با جیب ضد اسکی کار میکنه. چه چیزا، چه کارا، چه چیزا اصلا نفهمم. من از این چیز منگول مازیا بلد نیستم بچه‌ها. دیگه بریم در بقیه، بریم بقیه ویدیو دیگه را. کلا این بود ماجرا. من زیاد این رو چیزا رو حالیم نیست و این هم با یک دوستی رفتم خریدم و امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم بقیه ویدیو. من بچه ها همونطور که دیدین الان ما این کیبورد رو کاملا با موسش رو برای شما آنباکسین کردیم. خب الان میخوایم در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم، میخوایم در مورد دوربین حرف بزنیم. بیشتر مواقع شده که ما نیاز داشتیم که نتونستیم از سیستم عاملمون کمک بگیریم برای میکروفون زدن و میخواستیم میکروفون رو مستقیم مثلا اصلا کلن، حالا هر میکروفونی، ممکن اصلا میکروفون هدست نباشه یا هر میکروفونی، میخواییم مثلا تو یه سری مواقع هستش که ما میخواییم هدفونمون رو بس کنیم مثلا به دوربینمون که حالا ADSR همون دوربینه یه چیز. حالا من یه امروز لکنت الهی گرفتم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. بچه ها من از فروشگاه نورنگار یه کابلی سفارش دادم، کابل تبدیل میکروفون هدست یا هر میکروفون دیگه ای به میکروفون دوربین. یه کابل خیلی کوچیک، چند اینچی بگم خوبه؟ 10 اینچی. درش هم باز اینه، اینه بازش میکنیم که مستقیم اینو به اون آقا کوچولوی خودمون وصل میکنه. ولی برای این کار من باید مطمئن بشم، چون شنیدم که بعضی ها میگن جواب نمیده. خب من برای اینکه امتحان بکنم ببینم آیا میشه میکروفون چیزی که مثلا به کامپیوتر وصل بشه یا به لپتاپ وصل بشه یا به مثلا PS4 وصل بشه و اینا، میشه به دوربین وصل کرد آیا یا خیر. حالا میخوایم امتحان کنیم ببینیم آیا همچه اتفاق میفته یا نه. هر من رو خواهد هدست تمام مستقیم وصل کنم به دوربین و فعلا میریم تا بشه. خب دوستان ما امتحان که از دوربین چرا اون وریه دوربین به چرخ لازم ما امتحان کردیم و متاسفانه دروغ محض بیش نبود و اصلا این کابل به هیچ دردی نمیخوره، مگر اینکه شما یه کابل از این دو سر چیزاش که مستقیم چیزو به اون وصل میکنه، چی میگن میکروفونو به دوربین وصل میکنه، یه نه از اونا بگیرید دوباره اونو به این وصل کن، دوباره اونو به چی میگن به دوربینتون وصل بکنی. و این کاملا من الان 160 خورده پول کابل دادم و انگار 160 خورده پول کابل رو انداختم توی جو و من الان با اون 160 خورده میتونستم 1000 یه کار بکنم و الان این انگار یک چیز کاملا بیفایده است. حالا این هیچ ربطی به سایت نورنگار نداره بچه ها، سایتی بود که من ازش سفارش دادم و میخواستم ببینم آیا این چیزایی که مثلا میگن که خوبه یا بده آیا صحت داره یا خیر. حالا من دوباره اینو به لپتاپ هست کنم، صحت نداره مگر اینکه یه کابل دیگه یه مثلا از این کابل هایی که دوتا سرش از اینه، یه سرش که به دوربین وصل میشه یه سرش دوباره به این وصل میشه. خب دوباره کاریه، چه کاریه؟ خب دیوانم مگه من همچین کاری کنم؟ بعد دوباره اینش دوباره وصل میشه به میکروفون، مگر اینکه این فقط مخصوص میکروفون هایی باشه که مثلا از این میکروفون های رومیزی یا میکروفون هایی که از این بالا میاد، از مثلا تو اون مدل مثلا میکروفون ها. ولی فکر نکنم میکروفون روی میکروفونی مثل میکروفون هدست جواب بده این عمل زیبا. خب ما شروع میکنیم. الان میخوایم بهتون یاد بدیم چجوری میشه فقط با یه کابل USB و انجام چند تا کار ساده خب دوربین خودمون رو به وبکم تبدیل بکنیم و ما الان شروع کنیم به ضبط کردن. همونطور که میدونین یه سری کارا هست برای اوایل مثلا انجام این که اصلا بخواین یه وبکم داشته باشید. اول کاری که میکنید این که برید داخل کروم یا گوگل یا هر چیزی که دیگه ای که دارید
میرید سرچ میکنید Canon Webcam Software، خب، و روی گزینه اول که مال خود کانون هست، سایت خود کانون هست، کلیک میکنید و ساب میکنید لود بشه. مثلا بعد خب برای ما سایت کانون رو باز میکنه. وقتی میایم قسمت پایین همینجوری میایم پایین، نوشته select your compatible or ProShop model below to download the utility. حالا هرچی یه سری برنامه واسهتون میاد که شما باید نسبت به دوربین خودتون خب انتخاب کنید، مثلا iOS 60 یا 70 یا نمیدونم 90 هرچی. خب مدلشو حالا بعض موقع خب باید به اینم دقت داشت باشید که اون برنامه که دارین انتخاب میکنی اسمش ممکنه داخل خود برنامه، داخل خود این سایت تغییر بکنه. شما ببینید اگه پیدا نکردید اسم خود برنامه دوربین، مثلا مال من هست iOS 2000D، اگه پیداش نکردی ببینید اسم دیگه ای داره، اگه داره همون انتخاب بکنید، اگه هم نداره مشابهش انتخاب بکنید و نصبش بکنید. حالا ما از قبل نصب کردیم، وقتی نصبش میکنیم نیاز داریم که حتما یه سایت چیز باشه. این چیه؟ اینو میبندیم. نیاز داریم که بعد یه صفحه باز میشه. اینجا ما الان داریم iOS utility. وقتی این برنامه برای ما کاملا دانلود شد میزنیم روش برنامه، یه دونه صفحه برای ما باز میشه. اون صفحه رو که میزنیم یه همچین چیزی، همچین نواری واسه تون میاد. دومین چیزش که میزنی، دومین گزینش که میزنی، یه همچین نواری میاد که من اصولا چون همیشه دارم لایف میگیرم، یه مشکلی که من خیلی با دوربینم داشتم که اوائل مثلا با دوربین گوشی من حالا بهتون یاد دارم چجوری دوربین گوشی رو میتونید وبکم بکنید، با دوربین گوشیم ضبط میکردم همه چی و همونو وبکم میکردم، برام خیلی راحت تر بود چون گوشی اون دوربین جلویی که داره من مستقیم میتونستم خودم ببینم، ولی دوربین نه، دوربین حتما باید دستش میکردی به کامپیوتر و برام خیلی سخت بود یه مدت. وقتی که اینو چیز میکنم چون نشه لایف ویو شوت، اونی که میزنید یه همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. شما الان منو کاملا میبینید، البته من اینجاش لگ دارم بخاطر اینکه هنوز تنظیماتش رو درست نکردم، الان روی 25 اوپیه. خب حالا هیچی، یه سری تنظیمات داره. حالا چه تنظیمات؟ مثلا انتخاب حساسیت، سرعت شاتر، دیافراگم و اینا رو همه رو باید داخل هم داخل دوربینتون هم داخل سیستم که الان راه انداختین انجام بدین و منو ببندن الان خودم میبینم یه جوری هم انجام بدین و اون چیزی که برای شما میاره اون تنظیمات باعث میشه که هم لگ نداشته باشید داخل گوشی تو داخل کامپیوترتون موقع استریم کردن یا موقع لایف گرفتن و اینجور چیزا، همین که لازمه حتما یه سری تنظیمات توی سیتینگ، هم داخل سیتینگ دوربین هم سیتینگ کامپیوتر برنامه‌ای که بر خودتون ریختین اون اپلیکیشن حتما انجام بشه. حالا چجوری گوشی رو میتونید به مثلا کامپیوترتون وصل کنید واسه لایو، اینجا کاری که من میکردم میاد وقتی وارد گوگل میشین سرچ میکنید دانلود druid.com. خب بعد میریم قسمت www for druid روشو میزنید، همینزید باز شد طبق معمول. خب برای شما همچه صفحه باز میکنه. وقتی میاییم پایین دو تا به شما گزینه میده، یکی نوشته که دانلود فایل نصبی پولی برنامه با لینک مستقیم، اولیه مال خود گوشیه، دومیه مال کامپیوتر مال ویندوزه. خب شما اولیه رو نصب میکنید خب روی گوشیتون، دومیه رو واسه لپتاپتون نصب میکنید. وقتی نصب میکنید این رو روی گوشیتون به شما دو تا پیام میده، یک حتما نیازه که هر جفتش هم جواب یس بگیره به خاطر اینکه باید هم دسترسی به دوربین داشته باشه هم به فایل تصویری تو دسترسی داشته باشه. وقتی که با کابل شما حالا یا با کابل یا با خود اون نرم افزار شما میتونید این نرم افزار دوم رو دانلود نکنید و با کابل حالا گوشیتون شارژرتون یا هر چیز دیگه‌تون اون رو به کامپیوتر وصل بکنید. یه قسمتی داره اون وسط که شکل کابل
همین گوشیه، اونو که وصل میکنید دیگه تمامه دیگه. شما گوشیشونو به عنوان یه دونه مثلا وبکم قشنگ دارید این گوشه و راحت میتونید بدون، ولی اونم تنظیمات داره، اونم باید حتما تنظیماتشو انجام بدید که لگ نداشته باشید. بهترم هست که حتما با کابل انجام بشه تا با خود دوتا نرم افزار، بخاطر اینکه لگ بیشتری میگیره وقتی که حالت وای فای میشه و تصویر به صورت وای فای انتقال پیدا میکنه. سر همین قضیه بیشتر سعی کنید رو اینجور چیزا تمرکز بکنید و اینا، از این کارا نکنید، از این بی‌طبیعت کاری ها نکنید. A few moments later. این بودش چیزایی که امروز یاد گرفتیم. من خیلی امروز یه میگم، من خیلی معذرت میخوام از حضور شدید شما در چنل خودم. امیدوارم چیزی یاد گرفته باشید. اول ویدیو هم گفتم اصلا این کابل رو نگیرید تا من بعدا ببینم با این کابل چه غلطی میتونم بکنم، یا اول فرز یا ببینم با این کابل چه غلطی میتونم بکنم که بعدا بیام بهتون آموزش بدم اگرم بشه با این کابل کاری کرد، که من از اول ویدیو دارم یک سره روش فکر میکنم. من هر جو فکر میکنم میبینم اولا که این بخیل نازکتر باشه، اون کابلی که وارد این مثلا چی میگم چای صدای چی میگه، حالا من امروز همه کلمات و لغات و همه رو قاطی کردم، من معذرت میخوام بابت هر سوتی که دادم، هر جور اشتباه حالا لفظی لغتی یا هر چیز دیگه که داشتم. بله، امیدوارم لذت برده باشین، حتما حمایت بکنین، لایک کامنت سابسکرایبیتون نره، عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم، فعلا خدافظ.